از کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم، نوشته نادر ابراهیمی. عزیز من، شب عمیق است اما روز از آن هم عمیق‌تر است. غم عمیق است اما شادی از آن هم عمیق‌تر است. دیگر به یاد نمی آورم که این سخن را در جوانی در جایی خواندم یا در جوانی خود آن را در جایی نوشتم، اما به هر حال این سخنی است که آن را بسیار دوست می دارم. دیروز نزدیک غروب باز دیدمت که غم زده بودی و در خود. من هرگز ضرورت اندوه را انکار نمی کنم، چرا که می دانم هیچ چیز مثل اندوه روح را تصفیه نمی کند و الماس عاطفه را صیقل نمی دهد. اما میدان دادن به آن را نیز هرگز نمی پذیرم، چرا که غم حریص است و بیشتر خواه و مرز ناپذیر، تاقی و سرکش و بدلگام. هر قدر که به غم میدان بدهی میدان می طلبد و باز هم بیشتر و بیشتر. هر قدر در برابرش کوتاه بیایی قد می کشد، سلطه می طلبد و له می کند. غم هرگز عقب نمی نشیند مگر آنکه به عقب برانیش، نمی گریزد مگر آنکه به گریزانیش، آرام نمی گیرد مگر آنکه بیرحمانه سرکوبش کنی. غم هرگز از تهاجم خسته نمی شود و هرگز به صلح دوستانه رضا نمی دهد، و چون پیش آمد و تمامی روح را گرفت، انسان بیهوده می شود و بی اعتبار و ناانسان و ذلیل غم و مصلوب بی سبب. من مثل تو می دانم که در جهانی این گونه دردمند، بی دردی آن کس که می تواند گلیم خود را از دریای اندوه بیرون کشد و سبک بارانه و شادمانه بر ساحل بنشیند، یک بیدردی ددمنشانه است و بی غیرتی است و بی آبرویی و اسباب سرفکندگی انسان. آن گونه شاد بودن هرگز به معنای خوشبخت بودن نیست، بل فقط به معنای نداشتن تفکر است و احساس و ادراک. و با این همه گفتم که برای دگرگون کردن جهانی چنین افسرده و غمزده و شفا دادن جهانی چنین دردمند، طبیب حق ندارد بر سر بالین بیمار خیش بگرید و دقایق معدود نشاط را از سالهای طولانی حیات بگیرد. چشم کودکان و بیماران به نگاه مادران و طبیبان است. اگر در اعماق آن حتی لبخندی محو ببینند، نیروی بالندگیشان چندین برابر می شود. به صدای خنده بچه ها گوش بسپار و به صدای دردناک گریستنشان، تا بدانی که این سخنی چندان پریشان نیست. عزیز من، این بیمار کودک صفت خانه خیش را از یاد مران. من محتاج آن لحظه های دلنشین لبخندم، لبخندی در قلب علی رغم همه چیز.